یک معمای پیچیده باستانی که با نماد لاک پشت طراحی شده. تا آخر این کلیپ همراه باشید، لایک و سابسکرایب بدید. حتما توجه کنید، یک مقبره سرداری رو دارید با همچین تصویری که شما دارید میبینید، یک مقبره سرداری رو در پیش رو دارید. حالا رمزگشایی این کار خیلی پیچیده است، چرا که ما مثلث رو داریم، ممکنه معمارش مسیحی یا یهودی باشه. خب طراحی لاک پشت خیلی مهمه. لاک پشت هایی که به اندازه یه نصف پرایدی هستن، دقیقاً اینا باردهی خوبتری رو داره لاک پشت های خیلی بزرگتر. یه چیزی بهتون بگم، لاک پشت های بزرگ که در حجم یک کامیون بزرگ هستن، فقط و فقط جهت دیدشونه، نه تو بدنش، نه تو کلش، نه هیچ جای اون لاک پشت هیچ نوع جاسازی، ببلیج، خزانه، چیزی وجود نداره. این رو قشنگ تو ذهنتون باشه، فقط و فقط جهت دیدش مهمه. پس به هیچ عنوان تخریبش نکنید اون لاک پشت های بزرگ. ولی لاک پشت هایی که به اندازه یک پرایدی، حالا یک نیسانی تقریبا حجمش، بعد یا نصف پرایدی در این حجم، بیشتر قبر سرداری میده و طراحی که انجام میشه معمولا یه نمه میاد از شیب و تو این محدوده طراحی میشه. دوستان عزیز، به طراحی میشه یه شیبیه که میاد بالا و تو این محدوده، معمولا جلوی دیدش دره هست، یا دره هست دوستان عزیز، یا اینکه حالت صخره‌ای رو داره. خب و چیدمانی که اینجا هست معماست. قسمت زیر این جایگاه هیچی وجود نداره، چیدمان معمایی دوستان. این داره چیدمان شخصیت مقبره سردار، حالا یا یکیه یا دوتا یا سه تا، داره اشاره به چند شخصیت هم میکنه. خب و ساختار نمادین این رو در اول شیب کار گذاشته که هر کسی که نگاه بکنه میبینه که بله یک مقبره سرداری هست، یک شخص خیلی مهمی بوده. خب چون بحث لاک پشت نظامی دوستان بر اساس لاک بودنش که لاک خیلی محکمی رو داره، همیشه بدونید جایگاهی که خیلی صعب العبوره قلعه نظامی هست. معمولا لاک پشت 90% در جایگاه نظامی میاد. حتی تپه های خاکی رو ما داریم که خیلی شیبشون تنده، تو اون مسیرها ما داریم لاک پشت و جایگاه هایی که خیلی صعب العبوره و صخره ها. خب چیدمان در زیر خودش هیچ نوع به اصطلاح باردهی رو نداره دوستان. زیر این جایگاه، یعنی چیدمان به اصطلاح شخصیت ها و اعتقاد و مذهبی اون دورانی که بوده برای اون اشخاص، خب چیده شده و بر اساس اعتقاد و تقریبا باوری که داشتن. بعد این چیدمان داره اشاره به کجا میکنه؟ خود چیدمان رو باید بررسی بکنید، ببینید زیرسازی که داره معمولا یک متر بیشتر نیست. این نیست که شما بیایید زیرش رو عفاری بکنید، اون رو خراب بکنید، نه. توجه کنید به جایگاه، یه حالت سنگ تقریبا مثلثی رو داره. این یعنی به عنوان ورودی یک جایگاهی در مسیر لاک پشت، یعنی لاک پشت وقتی که به اون صورت گذاشته شده و تقریبا قسمت سنگی که در قسمت پایینی هست سمت راست، یعنی جایگاه داخل یک حالت تالار مانند، غار مانند، به این صورته. یه چیدمان دهانه ورودی داره که ورودیش معمولا اینجا یه نمه اشاره کرده که یه حالت هشتی مانند رو داره، مقبره است. خب یه مقبره ای که با چند تا سنگ جلوی اون قسمت به اصطلاح دید این به یه شکل همچین حالتی دوستان، خب یا هشتی یا حالت هلالی هرمی، که چیدمان سنگی در قسمت این پوشیده شده، یعنی کلن دهانه ورودی رو مسدود کردن و همرنگ و جنس صخره کاملا کار شده. خب گفتم اگر که در جهتی دیدین، چون تو شیبه و این حالت داره به یک نقطه نگاه میکنه، جهت دیدش رو بررسی بکنید و چیدمانی که اینجا هست به هیچ عنوان زیرش رو عفاری نکنید، به هیچ عنوان بهش دست نزنید. در جهت دید این فاصله‌ای که وجود داره 200 متر نهایتاً
قرار داره. 200 نه کمتر نه بیشتر. خب پس جهت دیدش رو بررسی بکنید. نه خودش جاساز داره، نه سرمال داره، هیچی اینجا نداره. این کار هم سرمال نداره، درست لاک پشت ولی سرمال نداره. این داره مقبره چند تا سردار به اصطلاح نظامی رو داره اشاره میکنه. سردارهایی هستن که در جنگ ها بودن و همیشه یه سری مدالیون، یه سری به اصطلاح چیزای خیلی مهمی همراهشون هست. همیشه بدونید سردارها همیشه یه خنجر کمری دارن، یه مدالیونی دارن، یک به اصطلاح بازوبندی، یک عصایی. اینا تبدیل شده به طلا، یعنی جنسیتی که هست طلا هستن. خب پس چیدمان رو به هم نریزید، جهت دیدش رو بررسی کنید. شما باید یه غار هشتی شکل رو داشته باشید، یه غار حالت کلقندی رو داشته باشید. دقیقا چیدمان سنگیه، چیدمان سنگی. یه مورد دیگه هم ما داریم تو این محدوده. اگر گفتم حالت شیبی رو در جهت روبروش داشت، نگاه کنید چیدمان سنگی همین اونجا باشه. یعنی وقتی رفتید اونجا یه چیدمانی هم کلن کار شده، چیدمان هایی که به شکل مقبره‌ای هستن. خب حالت به اصطلاح سنگ هایی به این شکل و به این شکل کار شده، یا سنگ هایی روی هم باشته شده تو جهت دیدش، که ورودی پشت این سنگ ها قرار داره دوستان. خب ولی ما چون حالت مثلث رو داریم تو این کار، یه سنگی حالت هرمی مثلث که دقیقا اشاره به ورودی جایگاه میکنه که باید اینجوری باشه و حرکت و جهت خود سنگ رو هم به اون جایگاه ختم داده، خب ربط داده. و خود سنگی که اینجا هست کاربردیه، یعنی یه جور به حالت کاربردی کار شده. پس نه داخل این سنگ ها جاسازی هست، نه زیرش اموالی، فقط جهت دیدش مهمه. این مقبره خیلی با ارزشه، ممکنه گفتم دو تا یا سه تا مقبره باشه. یکی از با ارزشترین مقبره ها همین مدل دوستان که چیدمان معمایی داره. اگر همچین ساختارهایی رو داشتید مطمئن باشید یک مقبره سرداری داره. خب فقط این که توجه کنید به چیدمان، چیدمان اول به هیچ عنوان بهش دست نزنید. ممکنه یه حالتهایی به خصوصی رو داشته باشه، ولی جهتها و موقعیت جغرافیایی و دقیقا این کار تشکیلاتی که انجام میشه، همیشه بدونی در اول شیب و تختگاه کار میشه یا در روبروی جهت راه مالروی وجود داره که اینا ببینن، یا آخر به اصطلاح سکونتگاه 500 هزار متر تا تقریبا 1500 متر فاصله داره با خود سکونتگاه، یا آخر سکونتگاه، یا اول سکونتگاه، یا اول جاده های مال رو، یا جاده های ابریشم، همچین ساختاری ساخته میشه. خب و یه چیزی هم بهتون بگم، ما تو هم محدوده که حالت نظامی رو داره این اتفاق میفته و هم تو بحث سکونتگاه که نزدیک به سکونتگاه ما داریم، اونا اشخاص های پیر هستن بهشون میگن یا سردار، که همچین حالتی هم ما داریم در آخر آبادی یا وسط آبادی رو تپوله همچین ساختاری پیاده میکردن. خب اینم معمای باستان هست که دقیقا به این صورت شما میتونید رمزگشایی بکنید. این آموزش ها خیلی به دردتون میخوره، حتما استفاده بکنید. ممنون و سپاسگزارم. لایک یادتون نره. با تشکر، خدا یار و نگهدارتون.